بابا امروز میگفت موهامو نوازش نکردی. دیگه نتونستم بود کنم. چون نتونستیم همدیگر رو ببینیم. البته حق با اونه. اما نگران نباش، من خیلی دوستت دارم. به عکست نگاه میکنم. موهاتو نوازش میکنم. همیشه به یاد تو میخوابم که بومو حس کنی. خالصونارم خیلی دوست دارم. اما من پسر تو هم. همیشه میخوام پسر تو بمونم ماما. نترس. برای همیشه تو فقط مامان منی. گنش. من اصلا فکر نمی کنم که ایلول بترسه. من اونو میشناختم. اون آدمی نبود که به این راحتی ها بترسه. من احساس میکنم این تویی که میترسی. من چرا باید بترسم؟ چون که آدم آگاهی از دوست داشتنم میترسن گنش. یعنی برای اینکه یکی رو دوست داشته باشی انگار مجبور یکی دیگر رو از قلبت بیرون کنی. انگار مجبور میشی برای اون یه جا باز کنی. اما این درست نیستش. آب و نون و همه چیز قلب دوست داشتنه گنش. با چیز دیگه ای سیر نمیشه، فقط با دوست داشتن بزرگ میشه. میدونی اگه مادرت از این عکس میومد بیرون بهت چی میگفت گنش؟ چی میگفت؟ میگفت خالصونا رو دوست داشته باش. خب چون خالصونا هم واقعا تو رو دوستت داره. اینکه تو سونا رو دوست داشته باشی مادرت رو ناراحت نمیکرد. تازه اونو خیلی خوشحالم میکرد. چون اون وقت میدیدیم فقط جسمت نیست که بزرگ شده، قلبت هم کلی بزرگ شده و دیگه تنها نیستی گنش. پس تا جایی که میتونی دوست داشته باش. کسی با دوست داشتن کم نمیشه، فقط بزرگ میشیم و زیاد میشیم. نگران نباش باشه؟ نگران نباش. چی شده فرات؟ چیزی نیست، یکم ذهنم درگیر ظفر شده. یکم عجیب بود، نسلی هم همینطور. انگار داشتن یه چیزی از من مخفی میکردن. چرا باید این کارو بکنم؟ نمیدونم، به زودی مشخص میشه. یکم بشینی؟ باشه. احساس میکنم گنش وقتی فهمید داریم ازدواج میکنیم خیلی خوشحال نشد. نه بچه چون یه هایی شنی تعجب کرد، وگرنه خودت هم میدونی که چقدر دوستت داره. بهت چیزی نگفت؟ حتما با هم حرف زدین. آره با هم حرف زدین، خیلی هم حرف زدین. راستش از این میترسه که تو رو جای مادرش ببینه. چون تو رو خیلی دوست داره میترسه تو رو بیشتر از اون دوست داشته باشه. اما باهاش حرف زدم، بهش همه چی رو گفتم. بهش گفتم که تو نمیذاری کم بوده ایلولو حس کنه. بهش نشون میدی که اون هنوز تو قلب ما هست. حرف بدی که نزدم، به نظر چیزی کم نگفتم؟ انگار حرف دل منو بهش زدی، نه چیزی کم نه چیزی زیاد. البته یه مسئله دیگه هم هست. در مورد گنش؟ نه در مورد خانوادمون. چی شده؟ گنش از یه چیز دیگه هم میترسه. از اینکه یه خواهر یا برادر داشته باشه. در واقع از این میترسه که اگه یه خواهر برادر داشته باشه اونا رو بیشتر از اون دوست داشته باشیم. به نظرت همچون چیزی ممکنه؟ تازه به نظرم برای دنیای ما گنش کافیه. به نظرت به دومی نیاز داریم؟ ما یه پسر داریم. به نظرم برای هر دومون کافیه. آخه داشت میگم اصلا از طرف پرسیدی تو چه کاره ای؟ برای چی اومدی اینجا؟ چرا انقدر کشش میدی؟ کشش نمیدم، دارم سعی میکنم بفهمم. شاید فامیلی چیزی باشه. مگه تو همه فک و فامیلی این دختره رو میشناسی؟ شاید پسرم اوش باشه.
حق با کادوه. بله. اون دختره یه مغازه داره، معلومه که رفت اومد داره. الکی شلوغش میکنی. شماها میخواین منو دیوونه کنین؟ چرا متوجه نمیشین؟ میگم دیدم، به دختره نگاه کردم فهمیدم. میگم دیدم مرتی که چطوری نگاش میکرد. شماها چرا نمیفهمین من چی میگم؟ دارم میگم بهتون، سلوی برای همیشه تموم شد. ظفر، فرات، چی شده؟ چی تموم شد؟ هیچی، حرف میزنیم، اعصابمو به هم ریختن. خب در مورد چی حرف میزدین؟ چی تموم شد؟ شازده با سلوی تموم کرده، بعدش هم پاشده اومده اینجا. کادو دیگه چیه؟ داری؟ بگو دیگه. خیلی خب بابا. ظفر، چی شده پسر؟ هیچی، داشتم میگفتم قضیه عشق و عاشقی رو بوسیدم، گذاشتم کنار، رفت پی کارش. شاعر باز شاعر بازیش گل کرد. آقا چی شده؟ مشکل چیه؟ من رفتم تو قفس داداش، الان دیگه همه تونم میدونین. هیچی دیگه، سلوی اینو فهمید، تا محل مبارزه اومده بود. اومدم بیرون، دیدم جلوی در وایساده. دردمو بهش گفتم، گفتم ببین به خاطر مشکلات این کارو کردم. هرچی بهش گفتم گوشش بدهکار نبود که نبود. انگشتر گذاشت کف دستم. گفتم بابا به خاطر تفریح نرفتم، بذار دردمو بهت بگم. نداداش رفت. فراد جان، اصلا سلوی دیگه اون دختری که من دوستش داشتم نبود. انگار یکی دیگه شده، مثل قبل نگام نمی‌کرد. دیگه؟ یعنی دلیلش چیه؟ منم نمیدونم. اما من نیستم. ظفر، دلیلش چی بوده؟ یکی دیگه. آقا سمیر چی گفت؟ گفت که بهتر شده، قراره فردا دوباره ازم عکس بگیره، با توجه به اون برام برنامه مینویسه. جواب آزمایشا چی شد؟ همه جون گفتم که الان بهتره. اگه تو حرف منو باور نمیکنی، فردا خودت برو از دکتر سامی بپرس، میفهمی؟ به همین راحتی. لازم نیست، اگه جواب آزمایشا اومده باشه تو سیستم ثبت میشه. رفتم خونه میبینم. مراقب باش کرم. این داره چی کار میکنه؟ همه این که تانسله. کرم نرو. این بیشرف چی کار میکنه؟ کرم میگم نرو. بیا بیرون، میخوام حرف بزنم. همه تو بشین، میرم حرف بزنم. کرم گوش کن، حق نداری پیاده شی، من میرم حرف میزنم، تو همینجا میمونی، فهمیدی؟ همه. کرم به حرف من گوش بده، هر اتفاقی که افتاد حق نداری پیاده شی، فقط میخوام برم حرف بزنم، باهاش حرف میزنم، میفرستمش بره، اما حق نداری از ماشین پیاده شی، قول بده. کرم چی میخوای تانسل؟ یه اشتباه بزرگ پیش اومده، میخوام اونو درستش کنم. چه اشتباهی؟ کرم از پیجش اعلام کردی که میخوای با اون قفقاز آشغال ازدواج کنی، درسته؟ بله درسته. این به تو چه ربطی داره؟ دیگه نمیخوام چیزی ازت پنهان کنم سونا، میخوام باهات رو راست باشم. میدونی که من هرگز اجازه نمیدم این ازدواج اتفاق بیفته. نه، به چه حقی تانسل؟ به چه حقی؟ مگه تو کی هستی؟ بذار بهت بگم من کیم سونا. من همون آدمیم که عاکفا کشته. من دستور قتل هزاران نفر آدمی که الان زیر خاکن رو صادر کردم. من همون آدمیم که دختر درویش آلوداغی الیسا رو کشتم. من یا جهنم تو هم یا بهشت تو، انتخاب با توه. ازت نمی ترسم. خوبه، نیازی نیست از من بترسی. چیزی که قرار جهنمو نشونت بده من نیستم، انتخابای خودته. اگه انتخاب اشتباهی بکنی، قبل از اینکه بمیری جهنمو میبینی، هم تو هم کسایی که دوستشون داری. آدم یه بار میمیره تانسل. تو همون روزی که داداشمو از ما گرفتی منو کشتی، دیگه بیشتر از اون نمیتونی کاری بکنی. کی خواست تو رو بکشه؟ همیشه ازت یه فرصت خواستم سونا، اما تو به هم ندادی. من به اندازه تو بی‌انصاف نیستم، بهت یه شانس دیگه میدم. از این ازدواج منصرف شو. اگه از این ازدواج دست بر نداری، قفقاز رو نابود میکنم. تا
تو دیگه نمیتونی بلای سر ما بیاری. هر کاری از دستت برمیاد بکن تانسل باشاران. خودت خیلی خوب میدونی برای اینکه یه قدم بهت نزدیک بشم چه کارایی به خاطرت کردم سونا. واسه تو نه تنها قفاس، هر کس دیگه ای که اطرافت نابود میکنم آتیش میذارم سونا. من حرفمو بهش زدم. ببینم با آدم ها طرف زدی، همه چی حاضره؟ آماده ساختان سر. خیلی خوبه، کارشو بسازین. همه خوبی؟ آره خوبم، نگران نباش عزیزم. چی شد اون بیشرف چی میگفتم؟ حرفای تکراری، ولش کن. همه یعنی چی حرفای تکراری؟ دست و پا داره میلرزه. تهدیدای علکی کرد کرم، اما فایده نداره، اون دیگه نمیتونه کاری با ما بکنه. همه میشه درست به این بگی این آدم به چی گفته یا نه؟ کرم مهم نیست چی گفت، این آدم زندگی ما رو زیر و رو کرد، اما دیگه نمیتونه به همون صدمه بزنه، ازش نمیترسم. به داداش فرات میخوای بگی یا نه؟ به هیچ وجه کرم اصلا. ببین اگه فرات بفهمه همه جا رو به هم میریزه. تانسلم دقیقا همینو میخواد، اینجوری به خواستش میرسه. ببین امشب و فراموش کن، این اتفاق اصلا نیفتاد. خب من اینطوری فکر میکنم، تو هم اینطوری فکر کن، انگار نه انگار که بوده. کرم بهم قول بده. باشه کرم. باشم عزیزم، من حالم خوبه، نگران نباش، بریم دیگه. ظفر ببین، بی خود قضاوت نکن، سلوی همچین دختری نیست، یعنی دختری نیست که تو رو ول کنه بره با یه نفر دیگه رابطه داشته باشه. داداش من با چشای خودم دیدم، دیدم چطوری تو چشمای طرف نگاه میکرد. داداش میگم دیدم. حالا این طرف کی هست، چی کار است؟ وقتی دیدم چطور تو چشش نگاه میکرد دیگه اصلا برام مهم نیست طرف کیه و چی کار است و چی کار میکنه. خیلی خوب، بذار ما بریم، من میرم باش حرف میزنم، بذار ببینم مشکل چیه، چه اتفاقی افتاده. ببین به خدا قسم، فقط یه خواهش دارم، اگه شما بریم با سلوی حرف بزنید، اگه یکی از شماها بریم با سلوی حرف بزنیم، به خدا قسم اسمتونو نمیارم، قهر نمیکنم و دیگه فکر کنیم برای همیشه من مردم. یعنی اگه از سنگ صدا در بیاد، از شماها نباید صدا در بیاد. هیچ چیز دیگه ای هم ازتون نمیخوام، هیچی. خیلی خوب باشه، یکم آروم باش ظفر، فهمیدیم. اما قولایی که دادی چی میشه ظفر جان؟ استاد یمان شما رو به همدیگه سپرد، مگه اینطور نیست؟ یعنی اون عشقی که اون همه به خاطرش خودتو میکشتی همینقدر بود، همین؟ میخوام هیچی نگم، اما اگه استاد یمان الان اینجا بود و میدید که تو سلوی رو ول کرده، اون چماق رو بر میداشت، تو این محله راه میافتاد دنبالت، میگفت پسر کله پوک چه غلطی کردی؟ خادو جان من تو امروز هیچ کس رو وسط راه ول نکردم عزیزم، اگه کسی ترک شده باشه اون منم، تا در خونش رفتم پسر، گریه زاری کردم، التماس کردم، دردم رو بهش گفتم. خدا رو شکر که بعدش فهمیدم مشکل از من نیست، به همین واضحی، یعنی دلیل این اتفاقا من نیستم. فرات تو رو خدا من نمیدونم، اما یه مشتی چیزی بزن به این، بذار عقلش بیاد تو سرش، عشقش هم برگرده تو قلبش، چون من دیگه دارم قاطی میکنم. این چه وضعشه؟ باشه داداش آروم باش، تو دیگه آروم باش. ببین تو به پدرت یه قولی دادی، به خاطر اون قولم که شده یه بار دیگه برو باش حرف بزن، هرچی تو ذهن و قلبت ازش بپرس واضح حرف بزن. من تو این دنیا فقط یه قول دادم که اونم من ندادم، تو به بابام دادی. آرزوی بابای ما چی بود؟ قرار بود قهرمان بوکس جهان بشیم، درسته؟ منم تا آخرین قطره خونم پای این قول وایستادم، به خاطر این می جنگم، به خاطرش تلاش میکنم. از این به بعدم من دیگه فقط یه قول تو دنیا دارم، اونم قهرمان بوکس جهان فرات بلوک باشی، همین. واسه من قول دیگه وجود نداره، تموم شد. به نظرم تو هم از همین فردا بلند شو تمرین کن، باید برای قهرمانی تمریناتمون رو شروع کنیم. خوش اومدی استاد.
masum değil. Beni bulamazsın gölgendeyim. Sen kutuptasın ben çöldeyim. Rooftop mekanda cariyeler. Var kollarında kartiyeler. Dakika fazla saniye ver bana çıkarlarından film çeker. Bilgin değilim beni seyret. Tırlarım kolumda değdi. Siyah mı beyazın her sonu. Sana kirli mi green'in her sonu. Harun? خسته نباشی قهرمان. چی کار میکنی پسر؟ مگه دستگاه تو پرت کنی هستی؟ شرمنده داشت ببخشی. مگه داری به دشمنت میزنی؟ خوش اومدی. ببخشید تمرکزتو به هم زدی. نه بابا این چه حرفیه. زنگ دادم بگم که داریم میایم اما نتونستم پیدات کنم. نه بابا این چه حرفیه. میخواستیم استراحت کنیم. خیلی خوش اومدی. ما هم داریم از پیش دکتر میای. خیر باشه. بگو دیگه. من و عمه توافقی کردیم. قرار بود اگه بخوام بوکس کار کنم باید از بیمارستان اجازه بگیرم. من هم یه مدت بود میرفتم برای کنترل. از قیافت مشخصه که اون اجازه بیمارستان گرفتی. آره؟ گرفتم داداش. هم از عمه اجازه گرفتم هم از دکتر اجازه گرفتم. ساکم من با خودم آوردم. اگه الان بتونم از شما هم اجازه بگیرم تمرینمو شروع میکنم. استاد نظرتون چیه؟ ببین قد و قوارش که خوبه، معلومه خیلی هم هرس داره. به نظرم قوی هم هست. راستی پدرشم قهرمان بوده. تونستی از شر چیزای اضافی هم خلاص بشی؟ این بار خیلی کاستی دارم استاد. اعتماد به نفسم کمی، تمرکزم کمی. میتونیم ردیفش کنیم؟ باید از قهرمان بپرسیم. من فکر میکنم پتانسیلشو داره، یه قدرتی توش میبینم، اما انگار به تمرین بیشتری نیاز داره. اونو من درستش میکنم، نشد جنراتور بهش وصل میکنم. کمودت هنوز خالی داشت، کسی جایگزینت نکرد. البته یکم دیر اومدی استاد، برای همین باید جریمش کنی. اون چه بله، مشکلی نیست داداش، جریمش هرچی باشه قبوله. به هممون یه کمربند بده کاری. به هممون، به عمت، به نجدت صوفی اوزد یعنی پدرت، به هممون. اون کمربند رو میبندی اینجا، بعد مام از خیر جریمه شما میگذریم پسر چون. این چرا این بز با آدم نگاه میکنه ها؟ چرا؟ یکم اینجا بگردونه، شاید یادش بیاد که از کجا آمده و اینجا باید چی کار کنه. بسپرش به من استاد. زود باش برو. برو پسر، برو زود باش. اینم ببر، خوابش برده. بودو بینم بز. زود باشیم، بیاین، بیاین. تا عرقم خوش نشده یکم تمرین کنیم. میام عشقم، فقط یه رانده دیگه. باش. نگه دار گاردتو. بعد اینجوری بزن خوبه. همینجوری بزن بزن. همینجوری برو برو. بعد یهو راستو ول بده تو صورتش. خوبه خوبه. همینه. خوبه ادامه بده. همینه خوبه. آفرین. برو برو. همینجوری. گارد گارد گاردو بگیر. گاردو بگیر محکمتر. خوبه. همینجوری. چپ راست چپ. چپ راست خوبه. دوباره. دوباره.
خیلی خوب میشه. خسته نباشی. ممنون، خوش اومدی. خیلی ممنون، انگار پریشونی، همه چی رو به راهه؟ نه نه، حالم خوبه، چای درست کردم، میخوری؟ نه ممنون، زیاد نمیمونم، یه خبر خوب برات دارم، اومدم اونو بگم. دیروز با چند تا شرکت که تو نمایشگاه آشنا شده بودم حرف زدم، در مورد تو و طرحات بهشون گفتم، دو تا نمونم بهشون نشون دادم، خیلی خوششون اومد، میخوان باهات کار کنن. یعنی فکر کنم بد نباشه که چند نفر پیش خودت استخدام کنی. یعنی اینقدر زیاده؟ تقریبا 1000 تا. داری شوخی میکنی؟ گفته بودم که تو کار شوخی ندارم. آخه چه خیاطی؟ اونم حل کردم، تو همین چند روز برات میارن. یعنی برام خریدی؟ مگه جور دیگه میتونی انجام بدی؟ معذرت میخوام، نمیتونم قبول کنم، خیلی مهربونی، اما این لطف خیلی بزرگی. سلوی، ما با هم همکاریم، داریم با هم کار میکنیم، اصلا فکر نکن که اینو بهت بخشیدم یا هدیه دادم. من چون نمیخوام تو کار خودم مشکلی پیش بیاد این کارو کردم. ببین، تو فقط رو کار خودت تمرکز کن، هر جوری که میخوای بدوزی همون جوری ادامه بدی کافیه. باشه، حتی به کارگراتم بگو عجله کنن، چون ممکنه تا هفته بعد نتونی کارو برسونی. منظور چیه؟ این فعلا بخش اولشه، هفته بعدم همونقدر هست. پارچه‌ام تو راهن، هر لحظه ممکنه برسم. من برم کارای چرخ خیاطی رو انجام بدم که برای تحویل برسم. باشه، میبینمت. خوبه، بزن. برو دیگه زفر، فکر کنم براش پارچه اومده، تنهایی نمیتونه انجام بده، بهتره من برم بپرسم، شاید کمک بخواد. برم کمکش کنم. وای خیلی خوشگله. بذار اینو بهت نشون بدم. این مدل خیلی خوبه، اینی که اومده همینه. آره آره، خیلی خوبه. این مدلم خوبه. بذار اینم نشون بدم، این خیلی خوبه. ببین، این مدل همینه، اینی که اومده همینه. آره همشون خوبه. آره بابا، اینه همشون خوبه، ولی خب این خیلی بهتره. بهتره بریم داداش، نباید به چیزایی که از دست دادیم نگاه کنیم. بریم سراغ چیزایی که قراره به دست بیاریم. بریم سر تمرین.
خوبه خوبه. ای بابا نکن این کارو. حالت خوبه؟ خوبی کرم؟ طبیعی چیزی نی؟ یه بار دیگه بود بیه. خوبه خوبه ادامه بده. بزن خوبه خوبه برو آقا. نصف پول تو کیفه، نصفش هم وقتی کار تموم شد میدم. فقط اگه کوچیکترین مشکلی پیش بیاد تاوان سنگینی واسط داره، حواست باشه. مشکلی نیست آقا تانسل، خیالت راحت. جوری برنامه ریزی بکن که نه تنها قفقاز همراه قفقاز اون مرتی که زفرم نابود بشه. اما ردی از خودتون نذارین، وگرنه قبل از اینکه پلیس شما رو گیر بندازه من خودم میکنمتون زیر خاک. نیازی به این حرفا نیست آقا تانسر، ناراحت میشه. کار دست ماست، خیالت راحت، بقیهشو بسپار به ما. من حرفمو میزنم که بدن مشکلی پیش نیاد.
میخوام دامنش ساتن باشه. خب روش هم با گیپور کار میکنم، از اینجا اینطوری میاد آویزون میشه، شاید برای دکلتش هم بشه یه کارایی کرد. خب فکر کنم اینجوری خوب گیپورا میشه. گیپورا با دست کار میشه دیگه، درسته؟ آره اونا کار دسته. تو این زمینه یه همسایه خیلی حرفه‌ای دارم، اون انجام میده، نمونه ها رو اون آماده میکنه، اون خودش حرفه‌ایه. تو سه روز میتونه نمونه ها رو آماده کنه؟ معلومه که آماده میشه، دو نفرم کنارم هستن، چند خیاطی هم که میرسن. ما هم قراره شبانه روز کار کنیم با این وضع، همش میرسه، مشکلی نیست. چیزی هست که تو خوشت نیاد؟ همه چی بی نقصه، واقعا خیلی خوب کار کردی سلوی. خیلی ممنون. سه روز دیگه یه افتتاحیه دارم، میخوام یه مهمونی بگیرم، قراره بهترین طراحای مد و لباسم بیان اونجا، میخوام تو رو به اونا معرفی کنم. منو؟ البته ناسلامتی، تو طراح اصلی شرکت مایی، قراره بهترین های این حرفه تو مهمونی باشن، اون شب میتونه برای تو یه شروع خوب باشه. من الان واقعا صدام گرفت، من واقعا نمیدونم چطوری تشکر کنم. این منم که باید از تو تشکر کنم، نگاه کن چی کار کردی، به لطف تو قراره تابستون بهتره کنیم، خیلی خوب میشه. سلام نسلی، خوش اومدی. مزاحم که نیستم. مزاحم چیه دیوونه، بیا تو، بیا بیا بیا، با آقای نورهان آشنات کنم، مدیرم. آقا ندارین؟ مدیرم نیستم، نورهان، شریک کاری هستم. خوشبختم نسلیم. نسلی هم بهترین دوست منه و همرازم و همزبونمه. ما هم داشتیم صحبت میکردیم، آخه سه روز دیگه یه افتتاحی هست، داشتیم برای اون نمونه انتخاب میکردیم. آه فهمیدم، خب پس من مزاحمتون نمیشم. سلوی راستش من به خاطر چیز اومدم؟ ما امشب خونه خودمون قراره یه دوره همی کوچیک داشته باشیم، میخوایم که به خاطر خواستگاری من و کرم و ازدواج فرات و سونا یه جشن بگیریم. فرات و سونا میخوان ازدواج کنن؟ آه خیلی خوشحال شدم. سرو ما دلمون میخواد تو هم بیای، یعنی اگه بیای خیلی خوشحال میشیم، فرات و سونا هم خیلی خوشحال میشن، ازم خواستن که دعوتت کنم بیای. باشه عزیزم، حتما میام. پس ساعت 8 منتظرتیم. خسته نباشین. خدا نگهدار. زود باش، عجله کن، زود باش. باشه باشه. الو. ها. حرف زدم، گفت شب میاد. اوه عالی شد، پس این کار تمومه، خوبه. فرات، اون یارو بازم پیشش بود. کی؟ همونی که باهاش کار میکرد دیگه. سلوی هم انگار خیلی خوشحال بود. اون اصلا مهم نیستش، ولش کن. چه میدونم فرات، انگار اصلا ناراحت نیست که از داداشم جدا شده، یه جورایی انگار قبول کرده. نه نه، اون عمدن داره این کارو میکنه، ظفر رو تنبیه کنه، وگرنه چرا باید امشب شام بیاد؟ یعنی تو میگی اینطوریه؟ البته که همینطوره. قفقاز باید برم تمرین دارم، شب میبینمت. باشه باشه، میبینمت. به آرتوین زنگ میزدی میپرسیدی چی کار میکنن، حالشون چطوره، زندگی چطوره، حال احوال چطوره، خیلی وقت ندیدیمشون. بخواب زمین ببینم. اتفاقا از آرتوین بود، سرحات بود. بخواب داداش، 99 تا 100 تا. چه خبره بابا؟ یمان گلان تای زدوش زدوش. باشه باشه. آفره
او بافره تو بهترینی. کادو؟ بله. چرا رفتی اونجا داداش؟ بیا کنار من همینجا بشین دیگه. نداش جونم، جای مربی کنار قهرمانشه مگه نه بچه؟ بله هرچی داداش کادو بگه امونی. شازده پسر فندقی تو بیا، بیا پیش عمو، بیا کنار عمو. نه همینجا جام خوبه. من اینجا جام خوبه. بچه فرو حالا هر کی ندونه فکر میکنه من وبا دارم. خب یکی بیاد کنارم بشینه دیگه. بابا ول کن دیگه، همه راحت دارن غذاشون رو میخورن، تو به بچه چی کار داری؟ تو هم غذا تو بخور، زود باش بخور عزیزم. یه چیزی پشت این قضیه هست، امیدوارم خیر باشه. نسلی جان یه چکم ببین فر چی شد، یه وقت نسوزه ها؟ آها نگاه کردم، اتفاقا حواسم بود انگار دیر شده. باشه. میخوای من زنگ بزنم؟ زنگ زدم گوشش خاموشه، حتما نمیخواد بیاد. نوش جونتون. آه خوش اومدین. خیلی ممنون نسلی، بی زحمت اینو بگیر. دسر کدو حلوایی درست کردم. ببخشید دیر شد، خیلی منتظر موندی؟ نه بابا ما تازه نشستیم سر میز. دست درد نکنه. آه داداشم این دسر رو خیلی دوست داره. برات سوپ میریزم. یکم. خوش اومدی. ممنون ظفر. راستی تبریک میگم. ممنون، لطف داری. خیلی ممنون. بدش من. مراقب باش. وای سوپم خیلی خوشمزه شده آبجی نسلی، دست درد نکنه. خواهش میکنم نوشه جون. نوشه جون. نوشه جون. نوشه جون. استفو خبری نشد دومان، همه چی حاضره؟ حاضره آختانسه. نمیخوام مشکلی پیش بیاد دومان، فردا باید جنازه قفقازو بلند کنیم. لذت ببر سونا، این آخرین شب قشنگیه که کنار قفقاز داری. چیزی شده؟ مشکلی که پیش نایمده؟ نه از بیمارستان بود، مربوط به یکی از بیمارمه. میخوای بری بیمارستان؟ آره نه باریش هست. خوبه پس.